خب تو این ویدیو میخوایم در مورد تکنولوژی ARA با هم صحبت بکنیم که مخفف آدیو رندوم اکسس هست. این تکنولوژی چه کاری انجام میده؟ وقتی شما مثلا یک کمپرسور روی صدا اینسرت میکنید، این کمپرسور طبیعتا سیگنال صوتی رو برای شما پردازش میکنه. هر لحظه از زمان سیگنالی که بهش میرسه رو بر اساس تنظیماتی که داره کمپرس میکنه و اون رو در خروجی تحویل شما میده در واقع این کمپرسور نمیدونه که بعد از این لحظه چه دیتایی قراره در اختیارش قرار داده بشه دیتای قبلی رو هم حافظه ای نسبت بهش نداره اون فقط همون لحظه رو میگیره پردازش میکنه به شما میده تمام پلگین ها به همین شکل هستند ولی از سال تقریبا 2011 یک تکنولوژی جدیدی به نام ARA معرفی شد این تکنولوژی توسط کمپانی سلمانی که پلاگین و نرم افزار معروف ملوداین رو توسعه داده در واقع با همکاری کمپانی پریسونوس اولین بار توسعه داده شد و اولین دی ای هم که این در واقع تکنولوژی داخلش استفاده شد همون استودیو وان بود این تکنولوژی به ملوداین اجازه میده کل ویو رو یک جا ببینه تا قبل از اون شما باید با ملوداین کپچر میکردید یک بار کل ویو از ابتدا تا انتها پلی میشد و میومد توی ملوداین بعد دیگه میتونستید باش کار کنید یعنی ملوداین نمیتونست یک جا همه ی ویو رو ببینه مگر اینکه یک بار از اول تا آخر رو بهش پلی میکردید و میتونست دسترسی به کلش داشته باشه این تکنولوژی فقط محدود به ملوداین نمیشه الان پلاگین های دیگه هستن اسپکترال که برای جدا کردن لایه های یک موسیقی خیلی خیلی کارآمد هست ویو لب به حضور شما آرزم که آیزوتوپ آر ایکس و پلاگین های دیگه مثل وکالاین اینا همه چند تا از نمونه پلاگین های هستن که این تکنولوژی رو در واقع دارن الان استفاده میکنن پس هر پلاگینی قابلیت استفاده از ای رو نداره باید این قابلیت برای اون پلاگین توسط کمپانی سازنده فعال شده باشه و توسعه داده شده باشه از طرف دیگه دی ای دبلیو شما هم باید اون رو ساپورت بکنه لاجیک پرو استودیو وان و کیو همچنین سونر و ریپر الان این, این تکنولوژی رو دارن و راحت میتونید استفاده بکنید ولی افل استودیو و ایبلتون تا این لحظه امروزی که این ویدیو رو دارم میگیرم از این تکنولوژی پشتیبانی نمیکنن حالا توی کیو اگر من بیام در قسمت منوی استودیو و مور اپشنز رو بزنم توی مور اپشن یه گزینه ای دارم به اسم سیستم کامپوننت اینفورمیشن اینجا یک تبی دارم به اسم اکستنشنز توی اکستنشنز میبینید الان من ملوداین اوتوتیون پرو و اسپکترال لیرز رو دارم نیازی به نصب نیست یعنی شما هر پلاگین یا نرم افزاری رو که نصب میکنید اگر ساپورت بکنه ARA رو اینجا توی تون میتونید ببینید خب من ویو لب و خیلی چیزهای دیگر رو نصب ندارم به این دلیل اینجا نیست اونایی که نصب دارم اینجا میاد حالا چطوری میتونم از اینا استفاده بکنم فرض بکنید که این وکال منه و من میخوام این وکال رو ملوداین بکنم اگه بخوام فقط یه قسمتش رو ملوداین کنم مثلا اینجا رو میام انتخاب میکنم از منوی آودیو اکستنشنز و ملوداین رو میزنم و میبینید که در جا کل این قسمت رو برای من داره در واقع میاره میتونم هر پردازشی هم بخوام انجام بدم و یه علامت هم این کنار میزنه این علامت یعنی اینکه الان روی این ایونت من اکستنشن فعال شده و عین خود ملوداین میتونم عقب جلو کنم میتونم آندو کنم کارهایی رو که انجام دادم و در واقع خیلی خیلی راحت انگار که دیگه ملوداین یه بخشی از خود کیوبیسه کیوبیس و ملوداین در واقع یکی میشن ملوداین میشه جزئی از کیوبیس با این قابلیت حالا اگر نخوام فعال باشه ببینید الان روی ایونت های دیگه وقتی من کلیک میکنم حالت عادی داره توی ادیتور به صورت عادی باز میشه ولی این ایونت رو وقتی دبل کلیک میکنم ملوداین و تمام قابلیت هایی که تو ملوداین هست اینجا هست هیچ فرقی نمیکنه در واقع جزی از کیوبیس من شده ملوداین برای این ایونت اگر نخوام این کارو کنم میتونم بیام توی اودیو اکستنشن و ریموو رو بزنم همونجوری که میبینید دوباره به حالت عادی برمیگرده و حالا اگر من بیام برای یک ایونتی این قسمت اکستنشنز و حالا مثلا ما داریم روی ملوداین کار میکنیم بیام اینجا یه تغییراتی بدم یه ادیت خودم رو بخوام نهایی کنم و ذخیره بکنم میتونم بیام اینجا میتونم پروژه رو سیو بکنم این به همین صورت میمونه اگر بخوام در واقع میتونم بیام تو اکس اکستنشنز و اینجا میک استیشنز پرمننت رو بزنم که این دیگه ثابت میمونه نکته دیگه ای که هست اگر بخوام روی کل لاینم این اکستنشن رو فعال بکنم کافیه بیام توی قسمت لفت زون و اینجا در قسمتی که نوشته نو اکستنشن میتونم کلیک کنم تمام اکستنشن ها هست میتونم ملوداین رو اینجا انتخاب بکنم همونطور که میبینید در جا کل ویو من رو تبدیل میکنه شناسایی میکنه تا تهش رو میتونه بخونه هر جایی از ویو رو بخوام میتونم ادیت کنم و به راحتی میتونم از این تکنولوژی استفاده بکنم مهمترین فایده این تکنولوژی به نظر من اینه که دیگه به خاطر ناهماهنگی های بین پلاگین و دی ای کار شما نه تنها سخت نمیشه بلکه خیلی خیلی سریعتر میشه یعنی یه همچین ترکی رو من اگر میخواستم وکالش رو از ملوداین استفاده بکنم تقریبا نزدیک به در واقع سه دقیقه وکاله که تکرار هم نداره باید این سرت میکردم کپچر رو میزدم و سه دقیقه طول میکشید تا ملوداین تمام این ویو رو بتونه داخل خودش کپچر کنه و بعد توی ملوداین در یک پنجره مجزا باید کارم رو انجام میدادم رفت و آمد بین پنجره ملوداین و کیوبیس خودش یک داستانی بود ولی الان توی خود کیوبیس در قسمت لوور یه ملوداین دارم که بدون وقفه و بدون مکس میتونه کل ویو من رو ببینه و پردازش کن